پشت محوطه جریمه توپ رو برمیگردونن بازیکنان داماش. قاضی خود اون داخل محوطه جریمه صاحب توپ هست، کم تعداد هستن، یه پاس خوب و یک ضربه بی‌دقت از هوگو ماچادو. فرصت خوبی بود که از پشت محوطه جریمه بازیکنان زباهن این فرصت رو خیلی راحت از دست دادن. هوگو ماچادو بلافاصله بازی رو آغاز میکنن. قاضی به سمت راست، فرصت برای بازیکن زبان، یه شوت دیدنی اما دروازه رو کج میبینه سید محمد حسینی، مدافع گلزن زباهن اصفهان. همچنان با نتیجه بدون گل در حال جریان هست. بعد نیست یه اشاره هم به اینم داشته باشیم که آبشک و آقایی در بازی امروز سه اختاره هستن. پشت محوطه جریمه و چاوشی، فرصت شوت‌زنی خوبی براش به وجود اومد اما این بار هم دروازه رو کج دید. ضربه کرنر بلند فرستاده میشه به روی دروازه، یه ضربه سر عالی از جونیور الوز، مدافع پیشتاخته داماش. یه پاس عرضی برای دسوزا، پاس عمقی عالی، فرصت برای تیم زباهن، یه ضربه دیدنی و گل. گل برای زباهن اصفهان به همین سادگی در میان غفلت مدافعان داماش گیلان. ببینید تکوین تو به کجا میرسه، یه سانت خوب روی دروازه ابراهیمی، یه شوت زمینی و از کنار دروازه. عجب فرصتی بود برای داماش. ابراهیمی سانت بلند به روی دروازه، ضربه سر اول بازیکن زباهن میزنه زنه پور و توی دروازه. گل برای داماش گیلان، یه ضربه دیدنی از میلاد زنیت پور، این چنین ورزشکار رو به وجد میاره. انصافا گل قشنگی بود. این سانتیه که حسین ابراهیمی به روی دروازه انجام میده، مدافعان تو رو برمیگردونن و میلاد زنیت پور با یه شوت روپا و دیدنی با پای چپ دروازه شهاب گردان رو باز میکنه. همچنان تو رو در اختیار داره خود زنیت پور، میتونه سان کنه، این کارم انجام میده، بلند به روی دروازه و غلامی زودتر از مدافع زباهن به توپ ضربه میزنه و افسوس و حسرت غلامی که چرا این توپ رو تبدیل به گل نکرده. مهدوی کیا پشت این توپ قرار گرفته، سانتوری بلند به روی دروازه، یه ضربه سر و این فرصت هم از بالای دروازه زباهن به بیرون میره.